پس چطور می توانیم از خودمان در برابر فیشینگ محافظت کنیم؟ بهترین راه برای اینکه از خودمان در برابر آن محافظت کنیم این است که هوشیار باشیم، یاد بگیریم چطور آنها را شناسایی کنیم و از باز کردن ضمیمه ها یا لینک های مشکوک پرهیز کنیم. این کار خیلی اوقات می تواند سخت باشد و موقعی که ایمیل ها یا لینک های رسانه های اجتماعی خیلی خوب ساخته شده باشند، حدود 65% از ما مرتکب این می شویم که در مقطعی اشتباه کرده و آنها را باز کنیم. این هم چند توصیه بسیار مفیدی که به شما کمک می کند که امن بمانید. هر باری که لینکی برای شما فرستاده می شود یا به صفحه‌ای می رسید که انتظارش را ندارید، آن لینک را بررسی کنید. می توانید با حرکت دادن ماوستان روی لینک این کار را بکنید. یا اگر به صفحه‌ای رسیده اید که نشانی URL آن را در بالای صفحه می بینید، آن را به دقت بخوانید تا ببینید آیا همان چیزی که می گوید هست یا خیر. گاهی اوقات این می تواند تنها راه برای شناسایی این باشد که آیا به یک صفحه لاگین فرستاده شده اید یا نه، که می تواند خیلی هم قانع کننده باشد. می توانید لینک ها یا فایل های ضمیمه را روی وبسایت وایرس توتال نیز وارد کنید تا ببینید که آیا هیچ بدافزار آشکاری دارند یا نه. اما این همه بدافزارها را نمی گیرد و هنوز هم شما باید قدم های بعدی را طی کنید. همیشه چند بار نشانی آدرس فرستنده را هر بار که ایمیلی با یک لینک یا یک ضمیمه از آن شخص می‌گیرید که انتظارش را ندارید بررسی کنید. آیا املایش درست است؟ آیا آخر آن همان جوری است که معمولاً هست؟ این به ویژه از این جهت مهم است که اگر ایمیل بگوید موضوعی مهم یا تکان دهنده را در بر دارد، چرا که هکرها اغلب سعی می‌کنند در شتاب زدگی از خلال بررسی‌های امنیتی عادی ما عبور کنند. اگر نشانی ایمیل درست باشد، باز هم ممکن است که تماس شما هک شده باشد و حسابشان را کس دیگری برای هک کردن شما استفاده می‌کرده باشد. لحن ایمیل یا پیام را بررسی کنید. آیا عادی به نظر می‌رسد؟ آیا اشتباهات تایپی که معمولاً از آنها انتظار نداری در آن هست؟ این تنها راهی است که بعضی از هکرها را می شود تشخیص داد. در نتیجه قدم واقعاً مهمی است. اگر شک دارید، باید با شخصی که ایمیل را فرستاده تماس بگیریم. بسیار مهم است که این کار را از طریق روش‌های مختلف انجام دهیم. مثلا اگر کسی ایمیل مشکوکی به ما میفرستد، اگر امن باشد باید به آنها تلفن بزنیم و از طریق تماس تلفنی مطمئن شویم که خودشان آن را فرستادند یا خیر. در غیر این صورت دشمن ممکن است وانمود کند که این تلاش فیشینگ اقدامی واقعی است. اصلی ترین چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است که تلاش فیشینگ معمولاً چیزی است که حمله کننده می داند ما می خواهیم بازش کنیم. مثلا ایمیلی از رئیس ما، درخواستی فوری از دوستی که گرفتار مشکلی شده، یا ویدیویی از فاجعه‌ای که در منطقه که در آن کار می کنیم گرفته شده است. حالا یک دقیقه فکر کنید که بعضی افراد ممکن است چه چیزی برای شما بنویسند که باعث شود ایمیل یا پیامی فیسبوکی را باز کنید. به راستی چه چیزی ممکن است بنویسند؟ اگر همه چیز درست به نظر می رسد، ضمیمه ها را با گوگل داکس باز کنید، به جای اینکه آنها را روی کامپیوترتان دانلود کنید. این یعنی هر بدافزار احتمالی روی دستگاه شما دانلود نمی شود. اگر نمی توانید آن را روی گوگل داکس باز کنید و ضمیمه ای غیر منتظره از فردی ناآشناس، باید دوباره به آنها ایمیل بزنید و از آنها بپرسید درباره محتوای ایمیل یا روی یک فرم گوگل داکس به شما اطلاعات بدهند. این کار واقعا یک دقیقه هم طول نخواهد کشید.
گاهی اوقات اگر یک ضمیمه مضر را در گوگل داکس باز کنید، می تواند شما را به صفحه‌ای ببرد که شبیه این است که انگار از ایمیلتان خارج شده اید و باید دوباره مشخصاتتان را وارد کنید. ولی این مشخصات در واقع مستقیم به دست هکر می رسند. هرگز مشخصاتتان را هنگام درخواست دوباره وارد نکنید، مگر اینکه قبلا خودتان لاگ اوت کرده باشید.